منطقه آزاد و همچنین مباحث مشکلات که در این منطقه هست، چه از بحث توسعه راه ها، چه بحث موضوع فاضلاب، چه چهارخطه کردن راه ها، چه بحث مدارسی که باید حتما تعیین تکلیف بشه و چه موضوع صد کرم‌آباد که باید به افتتاح برسه و از همه اینها مهمتر موضوع جایگاه مناطق آزاد در کشور که ما باید در مجلس کمک کنیم منطقه آزاد خودش هم پای کار وایسه و بتوانیم توسعه بدیم مناطق آزاد رو در جهت صادرات محور بودن و همچنین ایجاد اشتغال. منطقه آزاد ماکو با 397 هزار هکتار وسعت کارهای خوبی را انجام داده، توسعه خوبی هم داشته و باید من بعدم توسعه پیدا کنه. جنبندی آن در جلسه با حضور 17 نفر از مسئولین دولتی، از معاونین وزیر تا مسئولین بخش‌ها در این مباحثی که عرض کردم تصمیم خواهیم گرفت. اما در کنار این ما قول قرار گذاشتیم که دوستان ما در بحث مناطق آزاد مشکلات پیش روی اینها و بعضی از قوانین در جهت سرمایه گذاری بخش خصوصی در مناطق آزاد کله دارن، پارلمان قول داد دوستان اینا را در اختیار ما بگذارن. ما باورمون به واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی بدون مزاحمت قوانین و مقررات و یا دولتی است که خودشون بتوانن با نظارت، هدایت و حمایت دولت بخش خصوصی بتواند در منطقه آزاد به فعالیت خودش ادامه بده. ترانزیتی در واقع مشهور سه راه اوغلی و بازرگان، ولی خب به هر حال اینا به نتیجه نرسیده. ما در خود صد یه بخشش در واقع نصفش آماده نشده که حدود 100 کیلومتر از کریدور شرق به غرب کشور که منتهی میشه به بازرگان مرز